بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. محصلین عزیز و گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله. امید است که ایام خجسته عید رمضان را با خوبی و با صحت و با عافیت سپری کرده باشید. امید است که الله سبحانه و تعالی و فضل کرم خیش شرایط حاد کنونی را از سر امت مسلمه بردارد و اوضاع عادی را جایگزین آن بگرداند تا بتوانیم به عوض درس آنلاین در فضای حضوری و دروس خیش ادامه بدهید. در درس گذشته پیرامون آبهایی که آنها را انسان در وضو استفاده کردن می توانست و بعضی آبهایی بود که در وضو کردن استفاده جایز نبود و آب روان چه آبی را گفته می شد و همچنان حکم حوض بزرگ چی بود و حوض بزرگ چه زمانی حوض بزرگ گفته می شد. حالا در این درس پیرامون بعضی دیگر از احکام و مسائلی که مربوط به همین موضوع هست، مسائل را صاحب کتاب هدایه رحمه الله بیان کرده. فرموده است: والماء المستعمل هو ما ازیل به حدث او استعمل فی البدن على وجه القربه. آب مستعمل تعریف برای آن میکنه اول و بعدا حکم آن را بیان میکنه. آب مستعمل آن آب است که دور ساخته شده باشد توسط آن بیوزویی، یا بیوزویی کلان یا بیوزویی خورد، یعنی جنابت یا بیوزویی. او استعمل فی البدن، یا اینکه استعمال کرده شده باشد همان آب در بدن انسان علی وجه القربت بر طریق ثواب. یعنی در تعریف آب مستعمل یکی از این دو چیز ضروری است: یا ازاله حدث با آن صورت بگیره، یا اینکه به طریق ثواب استعمال شده باشد. مثلا شخص وضو داره، به نیت ثواب وضو علی الوضو میکنه، این هم آب مستعمل میشه. قال رضی الله عن مصنف گفته است: و هذا عند ابی یوسف رحمه الله. این حکم و یا این تعریف در نزد امام ابی یوسف رحمت الله علیه است و قیل هو قول ابی حنیفه ایضا. بعضی گفتن قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم است، ایضا همچنین مثل که قول امام ابو یوسف است. و قال محمد رحمه الله: لا يسير مستعملا الا باقامه القربه. امام محمد رحمت الله علیه فرموده که آب مستعمل نمیگرده مگر به برپا کردن ثواب. فقط به طریق برپا کردن ثواب آب مستعمل میشه، اما به ازاله حدث آب مستعمل نمیشه. لأن الاستعمال بانتقال نجاسة الآثام إليه وإنها تزال بالقرب. زیرا استعمال آب به توسط نقل خوردن نجاست و پلیدی گناهان است إليه به سوی آب، و إنها به تحقیق همین نجاست گناهان تزال و دور ساخته میشه بالقرب بواسطه ثواب ها. وقتی نیت ثواب باشه اون وقت است که گناهان شخص به اساس استعمال آب زائل میشه و میریزه، نظر به حدیث ترمذی. و ابو یوسف رحمه الله، امام ابو یوسف رحمت الله علیه یقول و میفرماید: اسقاط الفرض مؤثر ایضا فیثبت الفساد بالامرین. ساقط کردن فرض، فرض دور کردن بیوضویی باشد، دور کردن جنابت باشه، او هم تأثیر گذار است ایضا همچنین مثل که قربت یا نیت ثواب تأثیر گذار است. فیثبت الفساد بالامرین، فساد ذریعه هر دو امر ثابت میشه، هم ذریعه اسقاط فرض و هم توسط قربت و ثواب. و متى يسير الماء مستعملا. حالا این را بیان میکنه که چه وقت حکم مستعمل بودن برای آب داده میشه، چه وقت میگردد آب مستعمل.
الصحيح قول صحیح این است که انه کما زایل العضو، که همین آب به مجرد که از عضو چکید و جدا شد، همین مجرد چکیدن و خارج شدن از عضو و جدا شدن از عضو حکم استعمال برای آن داده میشه، صار مستعملا، میگرد مستعمل. چرا؟ لأن سقوط حکم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة، ساقط شدن حکم استعمال، یک حکم آب مستعملا ما به آب نمیدیم پیش از جدا شدن از عضو به خاطر ضرورته، وگرنه دست به ضرورت نبودی، همین که از یک قسمت عضو جدا شدی باید حکم مستعمل برایش داده میشد، ولی به خاطر اینکه باز یک ضرورت است، اگر او حکم مستعمل بدیم باز بقیه بدن، بقیه همان عضو پاک نمیشه، لحاظا شریعت حرج رفع کرده، ضرورت رفع کرده، تا زمانی که از عضو جدا نشه این آب حکم استعمال برای آن داده نمی شود. ولا ضرورت بعده، و ضرورتی نیست بعد از جدا شدن، حالا دیگه هیچ نیازی نیست، ضرورتی نیست که ما حکم استعمال برای آن ندیم، حالا جدا شد. والجنوب اذا غمس في البير لطلب الدلو فعند ابي يوسف رحمه الله الرجل بحاله لعدم الصب وهو شرط عنده. یک مسئله دیگر بیان میکنه، مسئله اینه که شخص جنوب میایه به سر چاه، میایه میبینه که چاه دلوش کنده، وسیله آب بالا کشیدن در آن وجود نداره و او ضرورت داره که امان جنابت را از خود دور بسازه، خود مندازه داخل آب تمیشه برای اینکه دلور جستجو بکنه. این چه حکمی داره؟ ایرا به یک نظم هم فقها بیان کردن، می فرماین که جنوب از بحر دل شد در چاه، حکم او را زمن شنو ای شاه، نزد نومان شاه افلاک است، جنوب و چاه هر دو ناپاک است. نزد ابو یوسف آن امام کبار، چاه پاک است و آن جنوب مردار. نزد شیبانی امام محمد، نزد شیبانی آن امام هدا، هر دو پاکن اندر این فتوا. حالا همین مسئله بیان میکنه. والجنوب اذا غمس، شخص جنوب زمانی که غوطه زد فی البیر در چاه، لطلب دلو برای طلب دلو، هدف این نبوده که جنابت را از خود دور بسازه، رفته که دلو را جستجو بکنه و پیدا بکنه. فیند ابی یوسف رحمه الله، پس در نزد امام ابی یوسف رحمت الله علیه، الرجل به حاله، مرد به حال خونه بر جنابت خود باقی است، همچنان که قبلا جنوب بود فعلا هم جنوب است. لعدم صب، به خاطر نبوده ریختاندن، چون اینجا نریختانده، ریختاندن آب برای رفع جنابت در نزد امام ابو یوسف شرط است، و هو شرط عنده، و همین ریختن آب شرط است عنده در نزد امام ابو یوسف رحمت الله علیه، لاسقاط الفرض، برای ساقط کردن فرض. و الماء بحاله، آب هم به حال خونه، یعنی همچنان که قبلا آب پاک بود آب بر پاکی خود باقی میمانه، لعدم الامرین، بخاطر نبودن دو کار در نزد امام ابو یوسف، این دو چیز برای مستعمل شدن شرط بود، یا اینکه ازاله حدث و یا اینکه استعمال بر طریق قربت، و هیچ کدام هم نشده، نه ازاله حدث با آن شدن جنابت با آن شده و نه هم همچنان به قصد ثواب بوده، پس لحاظ آب هم پاک است. و این محمد رحمه الله کلاهما طاهران، در نزد امام محمد رحمت الله علیه فرموده است که کلاهما طاهران، هر دوی آنها پاکند، هم جنوب پاک است و هم چاه پاک. چرا؟ الرجل لعدم اشتراط الصب، مرد به این واسطه پاکه چون ریختن در نزد امام ابو یوسف شرط نمی باشد، بدون سبم شخص پاک میشه، چی بریزه و بدن خود چی نریزه. و الماء، آب چرا پاک است؟ لعدم
نیت القربت، چون نیت ثواب در اون نبود. ما قبلا خواندیم که حکم استعمال فقط به نیت قربت در نزد امام محمد ثابت میشه. و این ابی حنیفه رحمه الله در نزد امام ابی حنیفه رحمت الله علیه کلاهما نجسان، هر دوی آنها نجسان، هم مرد نجسه به نجاست حکمی چون جنوب است و هم چاه نجسه نظر به اینکه پلیدی در او سرایت کرده. الماء لاسقاط الفرز عن البعض باول الملاقات، آب به این واسطه نجسه به خاطر ساقط کردن فرض از بعضی از اعضا، همان قسمتی که به آب رسیده، به اول الملاقات، به اولین ملاقات کردن و روبرو شدن، به مجردی که ملاقات کرد و به آب داخل شد، یک قسمت از بدن به فرض از آن ساقط شد و قسمت پاک شد، لذا آب نجس شد. و الرجل و مرد نجس است لبقاء الحدث فی بقیت الاعضاء، بخاطر باقی ماندن همان بیوزویی بزرگ جنابت در بقیه اعضایان، کل اعضا چون شستنی و ضروری است و قسمتی از اعضا را آب نرسیده. و قیل بعضی گفتند اندهو در نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نجاست الرجل به نجاست الماء المستعمل، نجاست مرد با واسطه نجاست آب مستعمل است، چون آب مستعمل نجسه و لهذا مرد هم نجسه چون آب مستعمل به جانش رسیده. و عنه دو روایت از امام ابو حنیفه، روایت سوم. و عنه از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه روایت است که ان الرجل طاهر، مرد پاک است، لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال، آب داده نمیشه برای آن حکم استعمال و مستعمل شناخته نمیشه پیش از اینکه از اعضا جدا بشه. حالا خب این شخص با اون آب تماس دارد، از اعضا او آب جدا نشده، پس لذا او آب مستعمل گفته نمیشود. و هو اوفق الروایات عنه، و همین قول آخری که مرد پاک است، این موافق ترین روایات و ثابت ترین روایات و سازگار ترین روایات از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. مسئله دیگری را به ضمن آن بیان میکنه، چون بحث حیوانات، بحث مسئله اینکه کدام حیوان در چاه میفته و کدام حیوان پاک و کدام حیوان پاک نیست، حالا به ادامه آن بحث احاب یا خامپوست یا پوست ناآشداده شده را بیان می کند. قال فرموده است و کل احاب دبغه فقط طهره، هر خامپوستی که آشداده بشه، آشدادن به دو طریق است، یک به طریق همون صنعت است، مثل اینکه به قرض و چوب خنجک و امثال آن چربی ها و رطوبات نجس همان پوستر دور می سازن، ای به طریق صنعت شد. و نوع دیگر به طریق طبیعی است که طبیعتا دور شه، مثل اینکه خاک می کنن همان پوستر، یا خاکستر می کنن، یا به افتاب می گذارن و این طریق زائل می شه. و کل احاب، هر خامپوستی که دوبغه آش داده شود، فقط طهوره به تحقیق پاک می شود. حالا که پاک شد چه حکمی داره؟ و جازت الصلاة فیه، رواست نماز خواندن در آن، یعنی علیه، فی به معنای علاست، بالای آن نماز خواندن. اگه او را بندازیم زیر پای خود به عنوان جای نماز از آن استفاده کنیم، بالای آن نماز بخوانیم، هیچ نوع اشکالی وجود ندارد. یا اینکه اگر او را وسائل می سازند که شخص او را می پوشه، در این صورت باز فی به معنای خود هست، در میان از او و به پوشیدن از او شخص نماز می خوانه اشکال ندارد. و الوضوء منه، و همچنین رواست وضوء گرفتن از آن، یعنی اگر او را مشکوی درست می کنند، مشکیزه می سازند و این از او آب میشه و از آب از او شخص وضو میگیره، هیچ اشکال نداره چون پاک است. الا جلد الخنزیری والآدمیه،
مگر استثناء هست. از کل اهاب دبغه فقط طهره، صورت عموم بیان کرد، هر نوع خام پوست وقتی که آشنادشه پاک میشه، مگر الا جلد الخنزیر و الادمیه، مگر پوست خوک و پوست انسان. خنزیر به خاطر نجاست عینی که دارد نجس العین است، او لحم خنزیر فانه رجس، او پلید است، و بسیار با تأکید در قرآن کریم وارد شده. و آدمی به خاطر کرامت و شرافتی که دارد که آدمی مبتذل و مهان و اهانت شده قرار نگیرد و همچنان به این ابزاری از انسان استفاده نشه. ولقد کرمنا بنی آدم، با واسطه کرامتش پوست آن پاک نمی شود. لقوله علیه الصلاة والسلام، به خاطر گفته پیغمبر علیه الصلاة والسلام، ایما اهاب دبغه فقط طهوره، هر خام پوستی که آشناده شد به تحقیق پاک شد، به صورت عموم. و هو بعمومه حجت علی مالک رحمه الله، این حدیث به صورت عمومش، ایما اهاب، هر خام پوستی که باشد، این حدیث با عموم خود، با عام بودن خود، حجت است علیه امام مالک رحمه الله، فی جلد المیتتی، در پوست خود مرده. او میگه پوست خود مرده پاک نمیشه، در حالی که یه عام است، چی پوست خود مرده باشد، چی پوست حیوان زنده باشد، با آش دادن پاک میشه. ولا یعارضو بالنهی وارد عن الانتفاع من المیت، مقابله نشود با واسطه منع که وارد شده از نفع گرفتن از خود مرده به اهاب به خام پوست. یعنی حدیث با او حدیث معارض واقع نمیشه. یه حدیث آمد که ایما اهاب دبغه فقط طهره، و حدیث دیگری که امام مالک رحمه الله با او تمسک میجویه، پیغمبر علیه السلام فرمودن لا تنتفعوا عن المیتت به احابین، شما نفع نگیرید از خود مرده به خام پوستان. این دو حدیث با هم متعارض نمی باشن و معارضه نمیشه توسط این حدیث بر او حدیث اول. چرا؟ لانه اسم لغیر المدبوغ، احاب که است نام است برای پوستی که غیر آش داده شده باشد، و بحث آش دادن او را پاک میگردانه. پس لحاظه او حدیث و دو حدیث هر کدام محمل علاهده دارند، با هم تعارض ندارند. و حجت علی الشافعی رحمه الله، این حدیث ما به عموم خود که ایما اهاب دبغه فقط طهره، حجت است به سبب عموم علیه امام شافعی رحمه الله، فی جلد الکلب، در پوست سگ. امام شافعی میگه تمام پوستا پاک میشه، ولی پوست سگ با آش دادن پاک نمیشه. ولی اینجا آمده که ایما اهاب دبغه، فقط جلد الخنزیر و آدمی استثناء است. ولیس الکلب بنجس العین، سگ نجس العین نیست که ذاتش نجس باشه مثل خنزیر. دلیلش چیست؟ الا یرا انه ينتفع به حراسة واصطيادا، آیا دیده نمی شود؟ تنویر است برای چی؟ برای ادامه همان حکم مسئله، حکم مسئله را بیان کرد که کلب نجس العین نیست، او تنویر میکنه، روشن میسازه، توضیح میده ذریعه علای را. آیا دیده نمی شود که انه ينتفع به، که سگ که است نفع گرفته می شود با آن، حراست از روی پاسبانی، و اصطیادا و از روی استفاده کردن برای شکار. و همین چیزی که از نظر شریعت اگر ذاتش نجس می بود اجازه انتفاع با آن نبود، شریعت اجازه داده که شما با عنوان پاسبانی و یا با عنوان شکار می تونیم از سگ استفاده بکنیم، پس معلومه که نجس العین نیست. بخلاف الخنزیر، بخلاف از مسئله خوک که است، لانه نجس العین، چون او ذات آن نجس است. چرا؟ اذ الهاء فی قوله تعالی فانه رجس منصرف الیه لقربه، زیرا
لفظ ها یا های ضمیر در این قول خداوند فانه رجس، انه ضمیر غایب است و تحقیق آن پلید است، او لحم خنزیر فانه رجس منصرف، این ضمیر راجع میشه الیهی بسوی خود خنزیر لقربه به خاطر نزدیک بودن آن. لحم کمی دورتره، اگر رو به لحم راجع کنیم مرجع بعید میشه، اما به خود خنزیر که مضاف الیه لحم است که ایرا راجع بکنیم مرجع ضمیر نزدیکتر میشه. و زمانی که میان قریب و بعید احتمال بود، احتمال قریب بر احتمال بعید ارجحیت داره و ترجیح داره. بحث نفع گرفتن به اجزای آدمی که حرامه به اساس چی؟ میگه و حرمت الانتفاع به اجزای آدمی لکرامته، حرام بودن نفع گرفتن به اجزای انسانی که چی از پوست باشه، چی از ناخون باشه، چی از موی باشه، چی از دیگر اعضای انسانی باشد، نفع گرفتن آن حرام است به خاطر عزت انسانی. ولقد کرمنا بنی آدم، و انسان را الله سبحانه و تعالی او را گرامی داشته. فخرجا عما روینا، پس بیرون شدند این هر دو خنزیر و انسان یا آدمی از آن حدیثی که ما روایت کردیم که ایما اهاب فقد دبغ فقد طهوره، هر خام پوستی که آشداده شد پاک میشه. پس این دو مورد استثناء هست به اساس همان دلیلی که ما بیان کردیم. ثم ما یمنع النتن والفساد فهو دباغ و ان کان تشمیسا او تطریبا، معنی آن چیزی که منع میکنه از بدبویی و از فاسد شدن، هر چیزی که همو رطوبات را دور می سازه و بدبویی را زائل می سازه، فاسد شدن را و همو چربی ها را از بین می بره، او حکم آش دادن را داره، چه ذریعه همان صنعت باشه چه غیر صنعت باشه. و این کان تشمیسن او تطریبن، اگر چی که به خاکن به افته و انداختن باشه یا به خاک انداختن باشه یا پر از خاک کردن باشه، به ذریعه چیز هم همو بدبویی و فساد زائل میشه. لأن المقصود يحصل به، مقصود که همان دور ساختن رطوبات نجسه باشد حاصل میشه بهی به ذریعه همین افته و انداختن و خاک کردن و امثال آن. فلا معنا الاشتراط غیره، پس معنای نیست برای شرط گذاشتن غیر آن. ثم ما یطهر جلده بالدباغ یطهر بالزکات، هر چیزی که پوست آن با آش دادن پاک میشه، پوست آن با سر بریدن هم پاک میشه. تمام همین اشیاء حیوانات غیر از خوک و غیر از انسان که ذریعه آش دادن پاک میشد، اگر او سرم ببرم و ذریعه سر بریدن و بیرون شدن همان دم مسفوح و یا خون ریخته شده یا آن حیوان، همان رطوبات نجسه زائل میشه و پاک میشه. یعنی منتها نه پاک خوردنی بلکه پاک سلاتی. لأنها تعمل عمل الدباغ، بخاطر که این اشیا کار میکنه و عمل میکنه، عمل آش دادن را، همو کاری که آش دادن میکرد ای هم میکنه. و اون مرز مشترکی که بین هر دو هست که عمل دباغ هم همو کار داشت، زکات و سربریدن هم همی کار میکنه، چی است؟ فی ازالت رطوبت نجسه، در دور ساختن تریه که نجس است. و کذالک یطهر لحمه هو صحیح، یا یطهر لحمه، مثل که پوست حیوان را سر بریدن پاک میگرداند، گوشت حیوان را سر بریدن پاک میگرداند، ولی پاک صلاتی، که اگر گوشت با انسان بود انسان نماز خواند مشکل نداره، ولی خوردن از او مجاز نیست. هو صحیح، قول صحیح هم امین است. و این لم یکن معکولا، اگر چی که آن خورده شده نیست، یعنی لازم نیست که هر شیء که
پاک باشه و او خورده شده هم باشد. خیلی اشیا است که پاک است ولی خورده نمیشه. قال و شعر المیتت و عظمها طاهر. گفته است مصنف موی خود مرده، حیوان مرده، گوسفند مرده، بز مرده و یا میشینه مرده، بعد از او پشم زور میکنن یا موی همان حیوان بوزینر میکنن، یا عظمها استخوان همان حیوان خود مرده طاهرون، اینها پاک است، اینها اشکال ندارد. و قال شافعی رحمه الله، حضرت امام شافعی رحمت الله علیه فرموده است نجسون، اینها نجس است. چرا؟ لانه من اجزای المیتتی، بخاطر اینکه اینها از اجزای خود مرده، وقتی که خود مرده نجس بود پس لذا اجزا از او هم نجس است. ولنا دلیل از برای ما این است که انه لا حیات فیها، فیهما در موی و استخوان زندگی وجود نداره. وقتی که زندگی در شی موجود بود، موت به او سرایت کرد، او حکم نجاست به خود میگیره. وقتی اشیا زندگی در اینها نیست، پس لحاظا موت هم تأثیری در آنها نمیگذارد، آنها همچنان پاک هستند. و لحاظا به همین خاطر که در اینها حیات نیست، لا یتألم و به قطعهما، شخص دردناک نمیشود به قطع کردن آن. واسطه اتصالی که با غضروف ها دارد یا با گوشت ها دارد یا با رگ ها دارد، ممکن است واسطه همون ارتباط نوع انسان متعلم یا متأثر بشه، اما اگه ای را از او جدا بکنیم هیچ نوع تأثیری در آن ندارد، در او صورت هیچ نوع تأثیری ندارد و تعلم و تأثر به وجود نمی آید. خصوصا مثلا موهر میبینیم قطع میکنیم هیچ تأثیر نداره، آیی که میکشیم چون پیوست است با پوست و با جلد و با گوشت، بعضی وقت انسان متأثر میشه. فلا یحلهم الموت، پس با آنها حلول نمیکنه، یعنی فرود نمی آید و سرایت نمیکنه به همین موی و استخوان الموت و مرگ. چرا؟ اذ الموت زوال الحیاتی، به این واسطه که مرگ خودش دور شدن زندگی است و موت و حیات اینها در محل، در یک محل وارد میشن بر سبیل بدلیت، در جایی که حیات بود موت میایه، جایی که موت بود حیات میایه، اینها متضاد یک دیگرن. زوال حیات را به نام موت میگن. پس وقتی که این حیات نداشت موت در این نیامد، وقتی که نیامد لذا بر حالت خود، بر پاکی خود باقی است. و شعر الانسان و عظمه طاهر، موی انسان و استخوان انسان طاهر، اینها پاک هستند. این فرق داره نسبت به پوست انسان. پوست انسان پاک نمیشد و از او استفاده کردن درست نبود، اما موی انسان و استخوان انسان پاک است. و قال الشافعی رحمه الله نجس، امام شافعی رحمت الله علیه فرموده است که موی انسان و استخوان آن نجس است. لانه لا ينتفع به، دلیل امام شافعی رحمت الله علیه این است که به اینها نفع گرفته نمیشه، پس هر چیزی که به اون نفع گرفته نشود دلیل بر این است که او نجس. و دیگه دلیل ولا يجوز بيعه، و همچنان فروختن آن مجاز نیست، همین که فروختنش جایز نیست این دلیل نجاست آن است. ولنا دلیل از برای ما این است ان عدم الانتفاع والبيع لكرامته، اینکه ما نفع نمیگیریم به این اشیاء، از موی، از استخوان، از اجزای انسانی، از شیر، از خون و اینها نفع گرفتن نشه، نفع نگرفتن و نافروختن، فروش نداشتن و جایز نبودن بی به خاطر عزت آن است. آدمی مالک است، آدمی صرف کننده است، آدمی مصرفی نیست، آدمی مملوک نیست، پس لحاظا به این واسطه
ما از این نفع گرفته و فروخته نمیتوانیم به خاطر عزت انسانی، نه به خاطر معنای دیگر. فلا یدل علی نجاستی، همین نفع نگرفتن و فروش جواز نداشتن به خاطر کرامت بود، پس لحاظی دلالت نمیکنه علی نجاستیه، بر نجاست آدمی یا بر نجاست انسان. والله اعلم.